سلام و خوش آمدید، ژکفر احمدی هستم. فریده ترانه یکی از آوازخانه هایی است که میگوید از راه موسیقی و ترانه صدای عدالت خواهی برای زنان و دختران در افغانستان بلند می کند. بانو ترانه اخیراً آهنگ سروده که برای برخی ها در افغانستان به شدت سنتی ناپذیرفتنی است، جایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان دیگر 8 مارچ روز جهانی زن مانند سالهای گذشته گرامی داشت نمی شود. برای گفتگو در این مورد بانو ترانه از هالند با ماست. ترانه جان خیلی خوش آمدین، روز جهانی زن را به شما مبارک میگم. 8 مارچ به شما به عنوان یک زن فعال چه اهمیت داره؟ اول سلام میکنم خدمت شما آقای احمدی، همچنین دستم در کاران برنامه شما و همه نازنینایی که صدا و تصویر ما را از هر طریقی که میشنوند. امیدوار هستم که خوب و خوش و سلامت باشن. 8 مارچ به همه زنای جهان بالخصوص زنای درد کشیده افغانستان تبریک و تهنیت میگم و برایشان آرزوی آزادی و سلامتی دارم. اولا 8 مارچ روز جهانی است برای زن، برای تجلیل از وجودش، تجلیل از کارکردهایش، بودنش در اجتماع، در خانواده است. اما به نظر من هر روز روزی است که ما بتونیم این را تجلیل بکنیم، ببینیم بودنشان، تکاپویشان برای رسیدن به او خواسته هایی که داشته. از زمان های دور زنان متاسفانه همیشه ضعیف دیده شدن، کمتر گرفته شدن در تمام جهان، اما در بعضی از ممالک تانستن او به او حق آزادی، به او حق برابری، به او حق عدالت خواهی که حق شانه است برسن. اما متاسفانه در بیشتری از کشورهای، خصوصا اگر که چی میگن، بسیار ستیزانه سعی کردن به زنها، کمتر دیدن، خصوصا کشورهای افراطی و مذهبی اگر بوده، امروزه فکر میکنم باید پررنگتر تجلیل بشه، حتی در خفا پررنگتر دیده بشن، حتی در درون خانواده اگر که در بیرون دیده نمیشن. روزیست که با افتخار میتونی خودت به کارکردهایت نگاه بکنی، با افتخار میتونی خودت به گذشته و کارهایی که به عنوان یک زن انجام دادی، حتی اگر یک مادر هستی، در داخل خانه نگاه بکنی و بیشتر به چشم میای، درخششش بیشتر دیده میشه. هر روز همینطور باید باشه، اما خب 8 مارچ فکر میکنم بیشتر باید دیده شود. بله ترانه جان، به مناسبت 8 مارچ به علاقمندانتان به ویژه زنان و دختران در افغانستان چه هدیه دارین شما؟ در واقع من برایشان آرزو دارم. هدیه من همیشه آهنگایم بوده که صدایشان از طریق آهنگایم بتانم برسانم. تا زمانی که این اتفاقات اخیر افتاد من فکر نمیکردم که، همیشه به عنوان یک خواننده پاپ بودم، کسی که میگفتم خب در دوران مختلف بسیار درد کشیدن، بهتر است که آهنگای شاد داشته باشم که دمی از غمایشان کم کنم. اما متاسفانه در این مدت اخیر اتفاقاتی که افتید فکر کردم دیگه جایی نداره، بهتر است که اعتراضات را که دارن، اگر اونا در کوچه و خیابان می آین، ممرای صدایم او را برسانم در یک محدوده گسترده تر، در یک جای وسیع تر گفته هایشان را بگم، البته از گوشه گوشه گفته هایشان، چون در برگیرنده تمام خواستشان و دردشان نیست طبیعتا یک یا دو آهنگ. تشکر ترانه جان، شما یک آهنگ میشه گفت جنجال برانگیز سرودین، اما با توجه به ای که میدانین در دین اسلام یک مرد 4 زن داشته میتونه، هدفتان از سرودن این آهنگ دقیقا چه بوده؟ آهنگی که در اواخر ما ریلیز شد به نام سکس گروهی بود، کلمه ای که واقعا در افغانستان تابو هست، بود، هست و فکر میکنم تا سالهای بعدی هم هست. اما عملی که واقعا به وفور ما میدیدیم انجام میشه، اما اسمش تابو است. سکس گروهی
در برگرفته شده از خاطرات خودم بود. به عنوان وکیل در افغانستان ما در زندانهای زنان همیشه می رفتم و گاهن بیشتر کسایی که در زندان بودن فرار از خانه بود خانوم ها. و یکی از اونا که به درد دلاش گوش کردم یک خانمی بود که مجبور بود با شوهری که چند همسر داره زندگی بکنه و او شوهر مجبورشان میکرد که با هم استراحت بکنن و او به خاطر فشار روحی و روانی که برش وارد میشد متاسفانه فرار کرده بود و بعدم در زندان بود و این همیشه در سر ما بود. خب ماهیت او چیزی را که شما میگین اسلام گفته که چهار زن میتونه بگیره مشخصا طبق شرایط بسیار شاید موجه چنین چیزی گفته شد، اما ماهیت اصلی فراموش میشه. چیزی که مهم است گرفتن چهار زنه و ما این را به هزارها و شاید میلیونها مرد افغان در داخل افغانستان و گاهنت و در بیرون افغانستان ما شاهد هستیم که بدون هیچ گونه مشکلی در نظر گرفتن هیچ کدوم از اون شرایط، فقط اینمی که اجازه داده شده را در سر میپرورانند و ایره میگیرن. و سکس گروهی دقیقا اونجا اتفاق میفته در زیر سایه یک حکم که واقعا شرایطش چیزی نیست که اونا حتی خواسته باشن گوش بکنن. با توجه به این که شما میدونین که بسیاری ها در افغانستان از این آهنگتان به شدت انتقاد کردن و استقبال گرم نشد، آهنگ اول و آخرتان به این سبک نخواهد بود؟ 100% نیست، نه. اتفاقا من فکر میکنم یک شروع بود، شاید یک شروع تند بود، اما طبیعتا من خواننده هستم که از تمام نوع موسیقی دارم، ولی گاهن همیشه پاپ بودم، به صورت پاپ و لایت آهنگ میخواندم، اما شروع اعتراضی بود و فکر نمی کنم که آخری هم باشه. من روی آهنگای اعتراضی دیگری هم کار میکنم که به ابعاد دیگه ای از زندگی به صورت شاید برهنه تر گفتم که واضح و فکر میکنم واقعیت محض بود، اما سعی میکنم که این چنین آهنگای زیاد در بین آهنگایم وجود داشته باشه و به صورت خیلی واضح دیده بشه. بله، هرچند برخی ها هم به شمول فعالان حقوق زن این آهنگتان را ستودن، اما در جامعه به شدت سنتی افغانستان شما میتونین با سرودن این گونه آهنگ ها تغییر بیارین و به اصطلاح تابو شکنی بکنین؟ تغییر چیزی نیست که با یک آهنگ بیایه، با یک تظاهرات به وجود بیایه، با صدای یک شخص به وجود بیایه، اما به مرور زمان با تکرار این صداها از جمله فریده های دیگه که در افغانستان هستن، با نوشته هایی که میکنن، با آهنگ هایی که میخوانن، 100% مطمئن هستم که تغییر به وجود میایه. درسته که آهنگ ما در داخل افغانستان با افراطیون، ببخشید، با کسایی که لذت چند همسرداری بسیار برایشان زیباست شاید با مخالفت روبرو شده باشه، اما از این واقعیت فرار نمیتونن بکنن که اونا به یک زن به دیده تحقیر دیدن و بدون در نظر داشت اون شرایطی که حتی خودشان اعتقاد دارن به او اسلام، اینا فقط میپردازن به او اجازه که برایشان داده شده بدون این که بفهمن اصلا تحت چه شرایطی برشان داده شده، چون نمیخوایند که به او پی ببرن و نمیخوایند به ضرر خودشان فکر کنن مخالفت با من میکنن، 100% میکنن، اما زمان میرسه که چشم های امو کسایی که همون زنهایی که در داخل هستن باز میشه، حداقل با ممانعت با چنین رفتارهای زن ستیزانه میتونه که یک آینده خوب داشته باشه. این دارم میگم گوشه ای بسیار کوچک از مشکلات است که زنان در افغانستان همراهش دست و پنجه نرم میکنن. ما بسیار و به وفور میبینیم مشکلات بسیار حادتر و سختری که زنان و گاهن حتی مردان همراهش دست و پنجه نرم میکنن. آهنگ اعتراضی من مخصوص برای زنان نیست، در آهنگی که من خوانده شدم گاهن میشه دید که مردها هم یک جای اگر از درس و تحصیل و
اینا گرفته میشه و ممانعت میشه از نوع پوشششان، زندگیشان، حق انتخابشان. اونا همیشه گاهن در افغانستان میشه که آزار دیده باشن و حتما در سختی هستن و شاید در آینده یک آهنگ به دفاع از آقایون هم، از مردهایی که در افغانستان هستن هم بله. بخانم. و در آخر پیام شما به زنا و دخترا در افغانستان که میدانین در حال حاضر از حق آموزش، تحصیل و کار محروم هستن دقیقا چیست؟ هیچ چیزی فعلا غیر از این که برشان بگویم که استادگی تا آن را می ستایم، بردباری تا آن را می ستایم و ای که در کنارتان هستم. درسته که در بیرون زندگی می کنم، دلم همراهتان است تا جایی که بتانم حرفتان را انعکاس می دم. من می فهمم که شرایط دشواری است و ای را می فهمم که بدون استادگی، بدون جنگیدن ما نمی تانیم که او آزادی که در افغانستان بوده حداقل حقی را که یک زن داشته به دست بیاریم. برای تان باز هم میگم که آرزوی صبوری میکنم، استادگی میکنم، آرزوی موفقیت میکنم و امیدوار هستم که به زودترین فرصت این حق به دست بیاریم و دوباره در یک افغانستان آزاد و آباد با هم زندگی بکنیم، در کنار هم با داشتن حق محقای اولیه یک انسان که میتونه در هر جای کره خاکی داشته باشه ما هم داشته باشه.